اتفاقی که افتاد برای سردار سپاه کشورمون، در حالی که خب از همون مستحضر هستید، مقامات انگلیسی اعلام کردن که پایگاه درخواست رسمی نبوده، مطلبی هم بود که مقامات امریکایی هم تایید کردن که خب موردی نبود. اما موضوع اتباع خب در حال موضوعی هستش که دولت‌ها نسبت به اون حساس هستن، کما اینکه ما هم حدود 15 ایرانی داریم که در موضوع تحریم در زندان‌های امریکا هستن، قریب 70 شهروند ما در امریکا به جرم‌های مختلفی حالا در زندان به سر می‌برن. اینکه در هر حال تحت شرایط غیر انسانی به بهانه های واهی و بر اساس دلایل نامشروع اتباع ما در زندان ها هستند، یکم موضوعاتیه که کاملا مورد توجه و پیگیری دولت هست. تلاش هایی رو دولت در جریان داره، تلاش هایی رو به عمل آورده و این تلاش ها ادامه داره که ما هم بتونیم اتباع خودمون رو به کشور برگردونیم. در هر حال موضوع مهمی هست. گفتگوهایی حتی در حاشیه مذاکرات هسته‌ای بین هیئت دو طرف در حاشیه پیرامون این صورت گفتگو شده. عرض کنم که مباحث مختلفی مطرح هست که ما این اقدام رو شدیداً تقبیح می‌کنیم و اون رو خلاف تعهدات امریکا بر اساس برنامه اقدام مشترک ژنو می‌دونیم. و در شرایطی که مذاکرات میان ایران و اعضای 5+1 برای رسیدن به توافق جامع در جریان هست، چنین حرکتی نقض صریح اصل حسن نیت هست و اهداف دولت امریکا در مذاکرات رو زیر سوال میبره. 15 ژانویه برابر با 25 دی ماه در سطح معاونین در ژنو برگزار میشه. این مذاکرات شامل مذاکرات با 5+1، 2 جانبه و چند جانبه با سایر اعضا خواهد بود.